یو یو این کیجاس بر بچه های گل چه خبر؟ چطور این وضع خوبه؟ همه چی ردیفه؟ امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین روز و شب خوبی سفر کرده باشین و حال روزتون میزون و توپ باشه. من امیدم و خیلی خوش اومدید به قسمت سوم از بازی لست آف آس پارت 2 ریمستر. موسیقی خفن و زیبا و ناراحت کننده که اینجا داره میزنه همینجوری موند اصلا از همون قسمت قبلی و میدونی من یاد چی میندازه. بعضی وقتا زندگی سری زخم و سری اتفاقا هست همیشه باهاتن، عین یه نوار موسیقی که انگار همیشه تو گوشت در حال نواختنه، همیشه باهات میمونن بعضی چیزا. این چیزیه که همیشه حس میکنم با این دختر قراره باشه و طبیعیه. بعضی وقتا تو زندگی آدم یه سری اتفاقا براش میفته، خیلی سخت هضم کردن گذشتن ازشون و مخصوصا از دست دادن یکی از بدترین نوعا هستش. به کارش نمیشه کرد، باید ساخت و رفت جلو. زندگی همینه، واقعیت های خیلی سختی وجود داره، خیلی بدتر از این. چیکار میشه کرد؟ زندگی دیگه بیرحمه. بعضی وقتا خوشگله، بعضی وقتا هم نیستش. نمیتونست بچه ها اسم اسپار اینا رو اوکی بکنه، تامی یکی رو برداشته و اینا. نه اصابش خورد از تامی، یه ماشینی حالا یه چیزی رو ردیف میکنیم دیگه، ببینیم چی میشه. خیلی خوب، این خیلی این داستان رفتنمون به سیاتل رو سخت‌تر میکنه. میتونی حالا نظرتو همین الان عوض بکنی، یه میدونم فقط نمیخوام این حس به دست بده که مجبوری با من بیای. اگه تو بری منم میام باهات و همین. چقدر خوبه که تو این لحظه کنارشه. وقتی آدم یکی رو داشته باشه خیلی شرایط بهتر میشه. گرچه همه ما دوست داشتیم یک شخص دیگه اینجا باشه، ولی خب دیگه کارش نمیشه. خونه رو میبینیم بچه، اینجاست خونه یه مرد بزرگ، انسان بزرگ، مردی که تا ابد در ذهن ماها قرار بمونه حتی وقتی بزرگ بشیم، سالهای سال. و انگار واقعا این انسان وجود داشت. چقدر حس سکوتی داره اصلا این منطقه. گلا رو میبینید همراه با نامه هایی که نوشتم و یک خرگوش. این بار دوم یا سوم داریم خرگوش رو میبینیم اینجا. هی خدا، جول میلر. بیچاره زندگی حاجی درست حسابی هم نداشت. چرا؟ البته اون زمانی که سارا رو داشت یکم لذت برد از زندگیش، خوشحال بود و بعد از شروع شدن این داستان تقریبا نیمی از عمرش رو فقط استرس و زنده موندن و انواع اقسام کارا و کشتن و اینجور داستان ها بوده. لرزش دست، استراب، ترس، ناراحتی، نداشتن کنترل. چی میخوای؟ من میتونم، من بیارمش. خواهم انجامش بدم. میبینی برای okay. سخته بره وارد بشه اونجا. میدونی چرا؟ چون انگار این بخشی از وجود خودشه و این وجود الان خالیه از اون چیزی که قبلا درونش بود. این خونه دیگه براش معنیه قبل اون رو نداره به غیر از یک بو، حس حضور، کتاب هایی که خونده. حاجی پشمام، ای روزگار. دایناسور رو بچه هم روز خوبی بود که این فکر کنم از همون روزیه که با هم دیگه رفتن تو اون پارک تاریخی چه جلوتر میبینیم و باز هم ساعتهای پرجزیات ناتی داگ که من ازش یه شورت ویدیو گذاشتم تو نسخه قبلم دقیقا همینجوری بود. ساعتها با تایم واقعی جلو میرفتن. نوشته فرام الی؟ آره فرام الی، الی براشونو کشیده. یک گوزن بزرگ
تنهاست، پیرم شده. جالب، آنچارتد رو هم ایشون بازی میکنه. آنچارتد نیست، شبیه چیه؟ بازی پلیسی تاریخیه. سری پوستر موستر هم اینجا داره. آجی عجب جای خفنی داشته، من عاشق این صندلیام. بشینی لم بدی، تلویزیون نگاه کنی، برف بزنه بیرون، چه فایده؟ تو این خونه تنها بوده، حداقل الی هم نمیمد اینجا باش زندگی بکنه. آخه چه زندگی اینا دارن، چه رسم و رسومیه. طرف مثل دخترت دیدی آخه، لعنتی. او اینو قبلا من دقت نکرده بودم، خودشه، جسیه. بعد جلون بر نشسته، تامی و ماریا هم اونجان غذای درست کردن که هم دیگه دارن میخورن. حالا میتونه یه روز خاصی باشه. اینجا جاییه که مشروباشون رو نگر میداشتن، شرابا، ودکاها، کافی. ای پسر، اصلا از این خونه نمیخوام تکون بخورم جایی برم. ای بابا، هنوز این لیوانش اینجاست، احتمالا اینو قبل از اینکه بزنم بیرون گذاشته اینجا، قبل از اون گشت دیگه، چون دیگه بر نگشت. احتمالا یه کافی خورده و یه چیزی هم ما یادداشت کردیم اینجا. عکسش رو کشید. جدید یادداشت کرده؟ همه رو خوندم من. یک شعری نوشته، بعد اونو که خوندیم، یوجین بود، بعد دبلیو ال واشنگتن، اسمش گفته ابی بود، اونا کی بودن؟ میبینید؟ داره شعر مینویسه. این شعر رو الان فعلا نمیخونم، حالا شاید بعدا خوندمش ببینم که معنیش چیه و هدفش از نوشتن این چه چیزیه. احتمالا ربطی داره به همین احساسات همین الانش. چقدر اینجا حاجی هوله و الان مگه تو دستشوی نبودیم؟ خب لعنتی این خونه به این بزرگی، چرا این نیمده اینجا کنار تو زندگی بکنه واقعا؟ و چقدر میتونست خفنتر باشه، چقدر میتونست رابطه اینا نزدیکتر باشه، ولی خب متاسفانه سرد شدن دیگه. بعد از دست واسه یه کلن ما میدونستیم قرار اینجوری بشه با اون نگاهی که اون آخر داشت، من اصلا حدس میزدم. و قبل از اینکه اصلا لاستوس دو بیاد، من یه واکتوری قدیمی از یک گذاشتم که اون موقع تازه یوتیوب شروع کرده، فکر کنم همون جا آخرش یادم نمیاد، ولی فکر کنم آره میگم که یه سری مشکلات میخورن این دو نفر با هم دیگه و این قضیه اصلا خوب جلو نمیره، یه سری داستانا بینشون پیش میاد که همینجوری هم شد. جاربرقی ها، آمریکایی ها هنوز هم از این مدل جاربرقی استفاده میکنن. اینجا اتاق کارشه پسر، دو سال من اینجا رو ندیدم. خودش این گیتارا رو درست میکرد. خفن. یه چیز دیگه هم نوشتیم. All the promises at sundown I meant them like the rest. همه این قول هایی که توی چیز یه غروب آفتاب، همشون واقعی بودن، همشون معنی داشتن. این بقیه یکی هم داشته اینجا درست میکرده، کامل نشده. چیزایی درست کرده آجی، پشمام چه خوشگلن. این خرسه رو ببین، خرسه خدایی خیلی خفنه. اینجا می نواخت تمرین و اینجور داستان ها، شاید اصلا همون شعری که اون شب نواختر هم اینجا داشته تمرین می کرده که بیاد واسه یه الی بنوازه. اینجا رو ببین چه موسیقی ریزی داره تو بک‌گراند میزنه وقتی که شما اینجایید. بله یکی دیگه روی این هم نمیشه رفت. ببینیم وزن ایشون چقدره. لباس اینا رو میشسته اینجا، صابون مابون رو گذاشته یا خودش میرفته داخلش میشسته عشق میکرده. این چرا اینجا بوده؟ آب گرم؟
آب گرم کن یعنی نداشتن؟ اینجا آب میریخت و گرم میشده استفاده میکرده، شاید یه همچین چیزی بوده نمیدونم، یا یه چیزی درست میکرده واسه شستشو نمیدونم. ای وای ای وای آجی خیلی بده بچه، خیلی بده، یکی از دست بده اینجوری. اون لباس اون الان ببین میخواد این پوستو میخواد بکنه، اون لباس الان بذاره جاش. و چجوری یک آدمی که پدر واقعی تو نیست میتونه همچین حسی به تو بده؟ بیچاره هم کسی رو نداشت دیگه تو زندگیش، بابا هرچی بوده دوست رفیق همه رفتن، مادر پدر این هم که رفت، حالا میمونه فقط یه دونه تامی که ربطی به این آدم داشته باشه. جول خوشبختانه این یک نفر رو اینجا ما داریم که کلر انداخته رفته خودش جلو، قاطی زده دیگه. این دوتا داداشه کلا اینجوری آناجی پشمام. اینجا احتمالا تازه اومده بودم، میبینی سنش کمه، اون رکابیه رو پوشیده داره به اسبه چیز میکنه. صحنه رو من قبلا ندیده بودم. چه جالب به اینجا میرسید یکی قدم میزنه بیرون، چه خفن آجی. و این عکس، عکس رو فکر کنم عوض کردم بچه، عکست فکر میکنم عوض شده با ریمیک. آره ریمیک یک این بود. ای مرد کتاب فضا هم گذاشته کنارش به خاطر اینکه این به فضا علاقه داشته، همش مطالعه میکرده. بیدار شده میبینید. و چرا برام جالب اون روز که رفته بیرون، نه نه اینا رو برگردوندن، الان یادم اومد اینا دستش اینا باهاش بودن، گفتم چرا بر نداشته، نه اینا رو برگردوندن به خونه. این ساعت پسر موسیقی، این ساعت از زمانی که دخترش از دست داد باهاش بود، الان شما برمیدارین و شما از دستش دادین. حالا این ساعت حکمتش چیه؟ دست کی میفته؟ به کجا میرسه رو من نمیدونم حاجی بابا. و اون ریولور معروف که من باش پرمادس بازی رو زدم بچه این بود حاجی پشمام. این اسلحه مقدسه شما نمیدونید، این گان مقدسه حاجی، میترکونه دمیج خفن رو گراوندد وان شات به پا بزنی. کاش ساعته رو میبست رو دستش، لاک پشت گذاشته اینجا. الی میتونی بیا پایین؟ همه چی ردیفه؟ آره بیا پایین. نه هر از گاهی بچه صحبت میکنن من سریع نمیتونم بخونم، تا جایی که بتونم حالا توضیح میدم خلاصه اینا در مورد صحبتشون حرفایی که میزنن. لباسم گذاشته جلو، چقدر خونه خوشگلی داره آجی، خونه مشتی داشته باز خودش، اشغال میکرد. اینجا رفتیم؟ نمیدونم اینجا رفتیم میمونم. به یه چیزی میخواستم دقت کنم ببینم دستشویی شبیه همون دستشویی که توی لحظه یک بود، یه جورایی من یاد همونجا میندازه. اونجا هم یه سری چیزا میذاشت واسه بوی خوب، نمیدونم اینا ربطی به اون دارن یا نه، از اینا واسه شیوینگ داشته استفاده میکرده، ریشمیشا رو میزده کوتاه میکرده، نمیدونم. من الان تقریبا بچه یه خونه شبیه این دارم زندگی میکنم همینجا و همونجا ماجی. دو برادر یه سریال میتونستن آجی، برادرها رو خیلی خفن‌تر انتخاب بکنن، شبیه تامی باشه. تامی یه آدمه حاجی، خیلی شخصیت خفنی داره، من قبلا اینجوری بهش فکر نمی‌کردم. خیلی پختگی باحالی توشه و یکم هم خشنه، یه جورایی منو یاد یکی از دایان میندازه که زیاد احساسو نشون نمیده بیرون ولی حس داره. اونجایی که الیو بغل می‌کرد دیدی مثلا نهایتا 3-4 ثانیه تعامل کرد، گفت بعدش اوکی اوکی همه چی ردیف میشه، الان خودش هم انداخته رفته.
تو سریال من همچین حسی زیاد نمیگرفتم. کی اومده بچه و به نظرتون؟ ماریا اینجاست با کاغذ. ماریا من میرم به سیاتل. میتونستم میتونستم فراموش بکنم قضیه رو بذارم کنار. آره خب باید این داستان عدالت رو بیارم. اونا برادر منو کشتن باید برم دخلشون رو بیارم. ایلی ممکنه بیاد دنبال من ولی متوقعش بکن. تفنگار ازش بگیر. اسمسپا رو همه رو جمعش کن. زندانیش بکن. یکم برای من زمان بگیر که بتونم این قضیه رو پایان بدم بهش. همیشه عاشقتم تامی. He's gonna get himself killed. He should have taken me. خوشو میکشه. اون وقت منو خوش میبرد. You should have given us a group to go after those fuckers. تو باید یه گروه از آدم ها رو به ما میدادی که بریم دنبال اون لعنتی های کسافت دخلشون رو بیاریم. ای کاش میتونستم این کارو بکنم. میگه حالا میخوای منو زندانی بکنی اینجا؟ و گفت که دوست دارم که بمونی اینجا نری. و الیا میگه که نه اصلا این اتفاق نمیفته. مغز الان که اون رفته دارم توضیح میدم بچه‌ها بحث رو اینکه تو مغزش چیه. اما اون رفته منم میخوام برم. تو نمیتونی من اینجا زندانی بکنی. ولی بیشتر تو رو میشناسم که نمیمونی. هر مثلا این کارم بکنم شما فرار میکنی. میگه تو هم باش میری باش؟ آره. خبر از اینجا یواشکی بزنیم بیرون. آره. پای پیاده؟ بله. استمرار رو ببین. قدرت تصمیم گیری شخصیت. استاب اونجا گفته که میذارن ما با اسبمون بریم. چند تا تیر میرم واسه خودتون جمع بکنید. سفر آغاز میشود. مرسی ماریا. فقط یک کاری واسه من انجام بدید. شوهر کله خر منو سالم برگردون اینجا. حتما. خیلی خوب. نور رو دارین از دست میدین. هوا داره تاریک میشه. یواش یواش. بزنیم برین. دست اون دست میدونه کی داره میزنه. واه حاجی این بازی خیلی جلوتر از بقیه بازی ها. خیلی 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 شما رو از لحاظ احساسی درگیر میکنه. حستون فکرتون خیلی خیلی و نوعه نوت یه لحظه عوض شد. موسیقی با یه گیتار دیگه الان داره میزنه. داره داستانی رو میگه که توی لست واسه یک ما داشتیم اونجا دقیقا همون جایی که جوئل نردمون رو میذاره بره ازش بالا یارو یه لگد میزنه میفته تو آب خفش میکنه میخواد تفنگو برداره نمیتونه و اولین فکر کنم آره جایی که الی کسی رو میکشه اونجاست. ترسیده بودی؟ من فکر نکردم هیچ. فقط فقط زدم تو صورتش. چند سالت بود؟ 14. تو چند سالت بود وقتی یکی کشتی؟ در مورد آدم آلوده صحبت میکنیم؟ نه اصلا نه چیزی آدم غیر آلوده. 10 سالم بود. واو 10 سالش بود اتفاق افتاد. میگه منو شکست دادی. We're not. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. یه سری آدم وحشی هم میگه دنبال شما بودن که آدمای دیویدو میگه بچه‌ها کنیبل چون اونا آدم می‌خوردن دیگه اونجا. میگه که شاید اینا یه ربطی به اونا داشته باشن حالا قضیه خشم و انتقام و این داستانا اینا باشه. نه اینا آدم های یکسانی نبودن. شاید اونا آدم هایی بودن که حالا قاچاق میکردن آدم ها رو فلان توی
توی بوستون اونا. Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. نه اون با خیلی آدم و داستان داشته و اصلا حدس نمیزنیم باشه. حداقل تا موقعی که ما اطلاعات بیشتری بتونیم به دست بیاریم. از لحاظ گرافیکی اینجا روی PS4 هم پشمای خیلی ها رو ریزونده بود، ولی خب الان بچه ها میپرسن آقا چه گرافیکش مثلا فرقی کرده و من دقیقا دنبال همین داستانم. از لحاظ صورت من میتونم به شما بگم که اکتای صورت خیلی بچه ها حس میکنم بهتر شده و یکم نمیدونم واقعی‌تر، طبیعی‌تر، رزولوشن و تکسچرها بهتر شدن بچه ها، تقویت شدن تو این داستان. و ویو دیستنس چیزی بوده که خیلی ازش صحبت شده. شادو رو من دیده بودم، سایه ها رو، ولی ری تریسینگ و اینجور داستان ها نبوده. مثلا سایه های زنده که به نسبت نور مثلا اینا تکون بخورن الان نمیتونم به شما بگم. این نور الان از بالا داره میزنه، زاویه همون عوض بشه، خواهم ببینم که این سایه چقدر تکون میخوره. سنجوار ببین رفت بالا. این گیاه ها رو میبینید؟ من قبل اینکه لاستوس دو بیاد یه سری ویدیو داشتم آماده میکردم و اون موقع خوندم که چقدر راجع به این گیاه ها، پوشش گیاه ها اینجا تحقیق کردن. هر کدوم از گیاه هایی که اینجا دارید میبینید همه یه بکراند محیطی دارن واسه خودشون. همینجا یلخی بر نداشتن چهار تا گل و گیاه رو بندازن اینجا، این همه داستان داشتن. شما تصور کنید لست 3 مثلا یه بازی اوپن ورلد بشه تقریبی، دقیقا این همین سیادلی که ما جلوتر قرار ببینیمش تو همون حالت. حس میکنم جکسن و بچه خیلی بزرگتر میتونیم اکسپلور بکنیم. یه سری مناطق اطراف جکسن رو حتی میتونیم گشتنی بکنیم. یه سری مراحل فرعی میاد، اینا حدسای منه، مراحل فرعی یه سری گشتار رو میتونیم بریم بزنیم. ولی خب چیزی که تو این بازی هست و باعث میشه که احتمالش باشه این اتفاق نیفته، داستان بازیه. داستان بازی جوری همیشه اتفاق میفته که سویچ میشه، جابجا میشه. همیشه شما با یک شخصیت نیستی که آقا مثلا این محیط بگردی اکسپلور بکنی، این سویچ میشه. مثلا یه سری محیط ها رو نیمه اوپن میتونن بزنن، یه چند ساعتی اونجا بگردید، ولی این قضیه اونجوری نیست که آره یک جهان مثلا اندازه چه میدونم بازی مثل ویچر ردد اینا درست بکنن و شما قشنگ آزادانه توش بچرخی. شاید هم این اتفاق بیفته. از ناتی داگ بعید نیست، اصلا هیچ وقت قابل پیش بینی نیستن اینا. ماشین ها داریم نزدیک میشیم، حواست باشه. میشه اینجا پیاده شین؟ آره. یکی دیگه از این کارتا. اگه قدرت سوپر هیروی داشتید میخواست چی باشه؟ نامری شدن. گزینه خوبیه. واسه بعدش من جاسوسی بکنی؟ دقیقاً. قدرت نامرئی شدن حاجی خدا یه چیزیه که اسم می‌کنم هممون دوست داشتیم داشته باشیمش، ولی خب یه چیز از میمه مثلا از شرک درست کردن، یه سری چیزای سم نشون میده، بعد خودش یکم خم شده اینجوری لبخند میزنه، اینجوری میخنده. بعد یکی دیگه هم هست، تام و جریه. نمیدونم چرا الان اینو دارم اینجا میگم. تامه یه جای اینجوری میخنده اینجوری میره بعد در کلید میکنه و میره. حالا این قدرت نامرئی شدنی که اینجا هستش دیگه خودتون بگیرید دیگه داستان چیه، چی دارم حرف میزنم. آجی من آبم با خودم آوردم، یه شاتم زدم بچه اینجا، ویتامین سی بزنم اینو تمام کنم تا گرم نشدم این وسط، لذت ببرن از این طبیعت. سلامتی شما. یه ویتامین سی مشتی. موسیقی. Turns out you do know where you're going. میدونی کجا داری میری پس. کم قبل‌تر فکر کنم بهش گفت که گم شدیم و فلان اینا.
ویریستنس مثلا میدونید از چه نظر میگن، اون درخت های عقب رو میبینید، یه خونه است اونجا. اون قبلا مثلا اونا رو با جزئیات نشون نمیداد، رو کوه موها مثلا شاید هیچی نبوده، خالی بوده. بعد از لحاظ لوت شدن قبلا میگفتن که اینا چیزایی که اتفاق افتاده همه تو میگم دیگه. یه سری مثلا ماشینا اون جلو بود، باید نزدیک میرفتی تا اینا پدیدار بشن، یه سری علف ملف گیا اینا. اینا دیگه کامل رفع شده، همه چی سریع لود میشه. سیادل اینجاست، از این مسیر باید برید. یادش بخیر، من یه عکس همینجا گرفتم زمانی که پرمادس رو داشتم میزدم. بچه پرمادس من یک سوم بازی رو زدم اینجا، تقریبا نزدیک دو سوم میتونم بگم، نه دو سوم نمیتونم بگم، نزدیک نصف، نزدیک 50%، 40% رو کم زدم. ویدیو هم از اون قدیما داره. بالا این ماشینا میتونه آیتم باشه آجی، بذار چک بکنم. یادم نمیاد خدایی چی، فکر نکنم اصلا بشه بالاش رفت. میشه جو بیشتر به درد عکس گرفتن میخوره. فوتوموت های زیبا بگیرید به این شکل تو این حالت. بعد مثلا یه فوکس بدی بکشیش عقب، یا اگه مثلا خاموشش کنی اسم میکنم بهتر هستن به این شکل. یه فیلتر هم میتونی واسهش بزنی، عکس زیبا بگیرید، اینجا لذت ببرید. بالا هم به نظر نمیاد آیتم خاصی باشه، فکر نکنم تو ریمستر چیزی اضافه کرده باشن. میخوام یه حرکتی بزنم مثلا اینجا الان بذاریم روی فیدلیتی، چقدر فرق میکنه دوستان. 4K نیتیو میشه بچه بازی. من الان ویارا رو روشن کردم، یکم فریم بالاتره. مثلا اون اگه خاموش باشه خیلی دیگه میاد پایین فکر کنم، ولی اصلا شبیه اون چیزی که شما توی PS4 بازی کردی نیست. فریمش یکم حاجی داستان داره، نمیدونم، نرم نیست. چقدر علف ها حاجی، نگاه کن. بعد یه ریفلکتی داره، خودشو نشون نمیده دیگه. هنوز میتونه ساینو بذارن یه ماشینا، میتونست چیز جالبی بشه. بعضی ماشینا هم شیشه هاشون رو نمیشکنن، اینو باید بشکنن اصلا. نگاه نه چرا اینجوری میکنن. دو یادم یه کارت هست، تنها چیزی که از اینجا یادم یه نقشه و کارت اینجا داریم. ایناش این هم از نقشه. داونتاون کپیتال هیل هسپیتال. چه جالب، تا حالا به این نقشه من دقت نکردم بچه‌ها. تیوی استیشن هم باید همین جا باشه دیگه، نه؟ پارکش هم فکر کنم همونجاست، فکر کنم، مطمئن نیستم. اون پارک آخریه رو نمیگم، اونجا که حالا چیز آکواریومه، استادیوم اون بره. بعد جالب تو همین مناطق قرار داستان اتفاق بیفته. یه چیز خاصی اینجا نداریم. سایه‌اش هم بچه خیلی طبیعی تر شده. سایه‌اش الان مثلا نگاه میکنم روی PC، خب من خیلی دقت میکنم به این سایه‌ها، خاموششم میکنم، میبرم بالا پایین. سایه که الان داره قبلا اصلا اینجوری نبود، خیلی کیفیت سایه‌اش الان خفن‌تر شده. حالا ببینم الان اینو بذارم رو پرفورمنس فرقی میکنه؟ نه همونه. یکم کناراش اسم میکنم، آره نمیدونم.
شاید من اشتباهم، یه فرق ریزی اسم کنم داشت. فکر نکنم جدی که چیز خاصی باشه دیگه. قبلا که چیزی ندیده بودم، الانم فکر نکنم چیزی باشه. آجی نمیدونم. برو پرمادس رو گراندت بازی کردم دیگه. اینجا آیتمی نبود. یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. درخت رو نگاه. تو اون زاویه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی ریمستر ویو دیستنس رو ما قول داده بودین مشتی ها. این هنوز که اینجوری داره میکنه. ای بابا. یه پوینتشون همین بود که دیگه اینا لود نمیشن. آی حاجی چقدر من از این محیط ها خوشم میاد بچه ها. خفن اینجا که آب رد میشه. همیشه عاشق اینم یه خونه کنار اینجا داشته باشم. صدای آب رو من بشنوم. خیلی ساکت به نظر میاد. آره باش به این فکر میکرد که چقدر خفن چیزشون و پایگاهشون و برجا رو اینا رو برجا دیدبان اینا رو قشنگ میتونه مخفی بکنن. من میترسونه. و منظورش فکر کنم از این که منو میترسونه اینه که مثلا بقیه هم این کار رو میکنن دیگه. بقیه افرادم پایگاهاشون رو خیلی خفن میتونن مخفی بکنن، تله بذارن اینا، و یا حتی یه سری افراد باشن که منتظر باشن شما رد بشی. هشمام حدس میزدم اینجا اینا رو ببینن. اینا بچه ماهی هم بچه میبینین. اولی پسر یه سری چیزها رو اصلا بار اوله دارم میبینم. اونقدر من اینو بازی کردم آجی، اونقدر به این چیزاش دقت نکردم. کسایی که رد بشن کشته میشن. یه منطقه قرنطینه دیگه است. مناطق بلندشو میگه حواست باشه کسی از بالا یه موقع ما رو خف نکنه نزنه. اینجا هم تا جایی که یادم میاد بچه زیاد آیتم نداره. حالا یه دور تا تهش میریم. بعد اینجا بسته میشه. بلند زده ترکیده اینجا. اتمالا بوم بیاره. بوم خورده. بعد داستان شده. او چقدر زیبا. شیشه رو میشونی الان یا نه؟ هنوزم نمیزنی؟ اینجا چیزی نمیذاری. چرا رفت تا چیزی تانکه؟ یه سری بکنم یه جایی دیده بالا مالا. این پایین یه دونه آیتم هست. فضایی که باز شده رو میگه. یک کرک اون اونجا. بعد اینجا هم بچه اونقدر زیاد آیتم خاصی نیست. روی این درجه سختی گرانده تو این کشوها هیچی نیست. یادمه خالی هنمه. چیزی هم که الان اضافه نکردن. یه کاغذ داریم. کاغذ یادم نیم چیه نوشته. وقتی که دروازه رسیدی دنبال سربازی به نام گیرن بگرد و بهش بگو که من تو رو فرستادم. بعدش بهش کیلو رو بده و اون تو رو به داخل میبره. موفق باشی. یعنی چین چی هست اصلا؟ محض اطمینان اینا رو باز بکنم مطمئن بشیم چیزی نیست. میدونم. نبا مثلا اینجا الان یه ریفلکت فیک داره. آیتم این پایینه. فکر کنم پارچه هم باید باشه. همیشه پارچه هست. اینه هاش. پارچه رو بده بیاد. واسه مالاتاب اینا به شدت ما نیاز داریم. میتکی.
بعد اینکه این داخل ماخل هم یادم نمیاد. بکش کنار بچه. فدرا اینو قبلا دیدیم نسخه اول، اینم اینجا گذاشتن اگه بار اولتون رو بازی میکنین هم بخونید اینجا. که توی واکتوری چیز من اینو توضیح دادم، توی لایو استریم هم خیلی در مورد این صحبت کردم. استیج اولشه، بعد یه حالت رانر در میاد بچه، بعد اینفکتد دوم، هایدن امبوش که استالکرها منظورشه، قایم میشید و حمله میکنید. استیج سه تبدیل میشید به کلیکرز ها که کاملا شما رو کور میکنه و خیلی قدرت شنواییتون تقویت میشه و خیلی هم کشنده هستن وقتی که شما رو بگیرن. استیج 4 تبدیل میشید دیگه به گنده مونده ها و خیلی هم کمیابن، ولی خب خیلی هم داغون کننده و خفن و کشنده هم هستن دیگه، و اسید هم به سمت شما میتونه پرد بکنه که منظورش بلوتره. این هم خیلی راحت. هشمام یه لسریخ گفتم غیر ممکن این ساعت الان تکون بخوره. هیچ کس اینجا نبوده. بله همه چی برداشتن. یه دلیلی که اصلا اینجا خالیه، نگاه کنید، یه منطقه است زیرش یه پارچه بود، خیلی طبیعی درست کردن اینجا. الان اصلا آیتم نذاشته، در هر کشوی باز کنید تو چمجه آیتم یلخی ریخته باشه. همیشه برای من سوال بود چرا اینجا یه آیتم نیست. سلول های نگهداری توی باستان هم از اینا داشتن، جایی که زندانی میکنن. زندانیت بکنم اینجا، خیلی داری وول میخوری. یه هم که چیزی نیست، بالاش میشه رفت، پشتش. او پسر اولین بار بود اینو باز میدیدم. بعد دیگه بچه آیتم خاصی اون بالا، این بالا. الی what about this؟ میدونم میگم دووم بیار. فکر نکنم بچه چیزی باشه، چیزی نیست، الکی نمیخوام وقت رو هدر بدیم. این داخلم چیزی نیست، من اینجا رو قبلا گشتم، اون موقع تمرین میکردم اینقدر اینجا اومدم حاجی، میدونم چیزی نداره. اون سمتم باز همینطور چیز خاصی نیست. اینجا هم گفته هر کسی که رد بشه میکشنش، میزننش، میترکوننش. این پایین میتونست آیتم باشه، نمیبینم چیزی، اگه بود میدیدم. بیا بریم بالا. دینا help me up here. Okay. کمک کن بریم بالا. برو ببین میتونی در رو از اون سمت باز بکنی؟ رواله، سعیم رو میکنم، عشق دارم فیونا. آجی اینجاش خیلی استرسیه. لباسشو بچه دوست دارین عوض بکنم، نمیدونم این کارو بکنم یا نه، اسم میکنم نمیدونم جالبی شاید نده، شاید هم بده، یا تو قسمت بعدی عوض کرد. اینجا به من بچه خیلی خوف میده، اصلا یه ترس. من هیچ وقت نمیتونم این کاری که اینجا میکنه رو انجام بدم، هیچ وقت. تو ارتفاع رو میبینی آجی؟ بعد من اصلا اگه برسم به اونجا بپرم، حتی اونجا رو بگیرم میفتم. نمیدونم این چجوری خودشو میکشه. حالا نگاه کن، الان فهمیدم دستاش گیر میکنه به اون میلای اونجا. تقریبا مرده بودم. بازم اینجا یه مکان فوتومود به شما میده، زیبا. برید عشق بکنید داش. عقب که چیزی نیست. لعنتی ها کدوم قبرستونی رفتن، کسافت ها. اینجا من قبلا نیومدم بچه این بالا،
که قبلا نیومده بودم. چی داریم؟ پیچ و یه کارت. میبینید چقدر آیتم داره به من کم میده؟ او یه کاغذ. اسم آیزک اینجا. آجی پشمام زلدا. وقتی که گروه تو رسونی به دروازه در واس کن و چیز کن با فرمان جان برید جلو. ما یه سری جامعه فضا داریم توی لاین واسه رفیوجی ها و هیچ زنده ای از گروه فدرا نمیخوام. گروه فدرا همون گروه بودن که تو بوستون بودن، جلو اونجا زندگی میکرد با خانم تس. و به محض اینکه کنترل منطقه رو دست گرفتی بهشون این پیشنهاد رو بده که آفدر فیوجی اینتری میتونن داخل بشن، اما باید وفاداریشون رو به WLF داشته باشن، به ما خدمت بکنن. باشد که زنده باشی آیزک. آیزک هم بچه رئیس گروه WLF که ما در آینده ملاقاتش میکنیم، این زیبارو رو. کنم از اینجا میشه پرید پایین؟ نه نمیشه. الان میشه. صدا رو دقت کردی؟ اون موقع من پشمام اینجا ریخته بود وقتی میپری پایین صدا میخوره به محیط پخش میشه. اینو بده بیاد اینجا. یه بدی که اینجا داره اینه که به آجر نمیتونی کلیکرها رو بچه وان شات بکنید. درباتون با کامبت جول نشسته بود و در اومده بود جول. در عوض شما اینجا میتونید کلیکر رو از پشت بگیرید و بکشید که اونجا نمیشد. یه هم رمز درا رو نوشته و یک نوشته دیگر. یه اپریشن بزرگی داره میاد و آیزک میخواد که ما همه چی رو جمع جور بکنیم، هر چی بر وسایل هست از قسمت داونتاون شهر، هر چی نمیدونم سوخت و فلان هست از قسمت چیز کورت هاوس، گاراژ کورت هاوس بگیرید و قسمت گنبد. بعدش همه رو ببرید به یه سیف هاوس، یه خونه امنی توی سروینا بیس، تو بیس سروینا. کورت هاوس چیز میشد دیگه، خدایا اون حالت دادگاهی بکنم. اون کاغذ اولی کیلو نوشته بود اونجا، نمیدونم حکمت اون چی هستن، چرا باید اونجا بود، حکمتش چی بوده من نمیدونم، اگر شما میدانید بگویید. رسیدیم به یکی از خفنترین جاها وقتی این بازی عرضه شد. پشمهای صنعت گیم از فیزیکه. این صحنه ریخت بچه ها. ببینم هم دورش چیز نمی کنه، خودش ردش می کنه. حالا اینجا رو نگاه کن تا آخر این چی کار میکنه؟ حاجی چه خفن، میتونی با این یه فوتومات بال بگیری وقتی تو این جسته. یه چیزی تو این حالت نزدیکش میبری؟ علکی علکی نگاه کن. فیزیکو ببین بچه ها. ببین چی شد پشمام. هایی چجوری رفون بالا؟ الی بیا اینجا الی. Hey. Everything okay? همه چی ردیفه؟ صدای چی بود؟
اون دره رو باز کردم. بعد بیام سراغ این یکی. من باورت دارم. میتونی این کار انجام بدی تو. بریم برو همو بر. حالا یک داستان دیگر اونجا داشت. خبیدم میشه از اینجا پرید؟ باید بشه. بازم تکون میخوره ای بر. یه فکر نکنم اینجا آیتمی باشه. بچه همه چی برداشتیم. اینو الان میام میزنم که در باز بشه. اسم این دره حالا اصلا چی بود حاجی؟ ما الان کدوم قسمتیم نوشته اینجا بیرونش؟ کدوم دریم؟ مین گیت فکر کنم مطمئن نیستم. بذار ببینم. آها مین گیت 0-5-12. Yes. آه این کنار نوشته بود مین گیت. همین الان تازه دیدمش. یکم عموم بده. این آجوره اسم میکنم با کیفیت تره. خواستم سویچش بکنم آجوره با کیفیت بچه بردارم. اینا رو حتما بیاید بردارید. ببین روی این درجه سختی پاره میشی. خب اینا حکم طلا رو دارم برات. The fuck صدای چی بود یه دست اومد تاجی؟ صدای خودش بود؟ یه نوت پیدا کردم. یه سری کد روش بود. در مورد نوته میگه که تو سروینا بیس رفتن و اونجا. پس پیداش کردیم. امیدوار باش که اول بتونیم یه آدم از گروه اونا پیدا بکنیم، از گروه WLF، و مجبورش کنیم که صحبت بکنه. بعد میفهمیم که کجا رفتن و داستان چیه. ای براجی کیفیت ساختمونا رو بنازم. اینم از سروینا هوتل. این باید خودش باشه. یه رای پیدا کنیم این از این دره رد بشیم. بله سوخت نداره. حالا باید چیکار بکنیم؟ نوت. اون کاغذی که پیدا کرد گفت که سوخت‌ها رو بردن به کورت هاوس گاراژش. یه گنبد. خیلی خوب. بزنیم بریم اون ور بچه‌ها. بنام چی واسه پیدا کردن؟ خیلی خوب. بیا یکم بریم اونور ببینیم که چی میتونیم پیدا بکنیم. در مورد تامی هم گفت فکر کنم اومده اینجا و رفته و پیدا کرده یه همچی چیزی. نوت هم هست فکر نکنم قبلا اینو خونده باشم. سرجن وارد کینتونی دبلیو رف. خب در مورد این حمله ها این داستان هاشون داره میگه که نمیذاره این سوپلای لاینشون مهمات و اینا بیاد و بره. کنارش این آلوده هم حمله میکنن. بعد سپورز این گرده هم همینجوری داره میاد. این قارچ اینا و از لحاظ غذایی مشکل خوردن. اینو بچه گروه فدرا نوشته. بعد گفته که
درا رو توی منطقه اصلی همون بوستون فکر کنم منظورش بوده اونجا ببندید، قرنطینه داشتن حفظ بکنید، بعد یه مقدار سختگیر باشید توی داستان قضایی، بعد توی کسایی که جرم میکنن خیلی سخت چیز بکنید و قشنگ بندازید بیرون اگه نیاز بود. کسایی که جرم لول 2 هم انجام میدن میزن از جا میرن بیرون دیگه و زمان دیگه نداریم. اینجا عملا نزدیک شده بوده گروه فدرا به مرگ خودش دیگه. اینجوریه که این گروه WLF قدرتمند وارد میشود. فعلا ما به این نیاز نداریم، بی نیازه که الان اینو بزنم. باید اول الکتریسیته رو بهش وصل بکنیم. اینجا هم که نمیتونیم بیانیم، چیز خاصی دیگه هم اینجا نیست. داونتاون چک پوینت بغل چیزی نیست. اوکی برویم برویم و یک خرگوش دیگر باز رفتون سراخه. اشمانم خب الان کجا هستیم ما؟ هولد بکنی اینو میاره بالا. اینم از نقشه کنم بندم که اینجاییم الان در حال حاضر. خیلی خوب هر جایی هم که میرن مارک میکنه. گیتو الان زده که اونجاست، مسیر الان ادامه دادیم و من همین قسمت رو همینجا میخوام ببندم بچه ها، بقیهش بمونه واسه یه پارت بعدی و میریم اینجا رو میگردیم اکسپلورش میکنیم. زیاد جلوتر نمیرم چون یه سری صحبت ها میکنن که اونا رو نگر میدارم واسه قسمت بعد و احتمالاً کل قسمت بعد رو ما همینجا باشیم اینجا رو بگردیم، چون تا جایی که یادم طولانی هم هست اونقدرم راحت نیست، یکی هم شاید بتونیم بعدش بریم. میگردیم اینجا رو یکم کامبت داریم، مبارزه داریم. حالا تو این قسمت زیاد اصلا زیاد که چی اصلا مبارزه نبود، بیشتر اکسپلور کردن و توضیح دادن و اینا داستان بود. مرسی که تماشا کردین، امیدوارم لذت برده باشید. مثل همیشه کامنت بدید میخونم، عشق بدید خودتون، عشقید از خودتون مراقبت بکنید، آب زیاد بخورید. ببین الان آب آوردم مثل همیشه کنار قمقم است. این ویدیو که تموم شد قرار اینو تمومش بکنم و دوستتون دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعدی. دوست دوربینم من بچرخونم روی اینا قشنگ ببندیم ویدیو رو. تا ویدیوهای بعدی فعلا گود بای سی یو.